درود به شما. با برنامه چشمانداز در خدمتتون هستم و گزارشی از سمینار برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران. روز جمعه 30 آبان ماه 1393 خورشیدی مقارن با 21 نوامبر 2014 میلادی نشستی به عنوان برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران با همکاری سازمان عفو بین الملل برگزار شد. این نشست که از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لندن آغاز شده بود تا ساعت 7 شب به طول انجامید. صاحب نظران و نمایندگانی از گروه های دینی عقیدتی در ایران در شهر لندن پایتخت انگلستان در این سمینار گرد هم آمدند. انجمن پژوهشگران ایران از دیگر برگزار کنندگان این نشست با همکاری سازمان عفو بین الملل هدف از برگزاری این سمینار یک روزه را ارزیابی و ارائه تصویری از زندگی روزمره اقلیت‌های دینی مذهبی ایران برشمرده و یادآور شده که در این سمینار تلاش می‌شود از یک سو به بررسی و چگونگی انواع فشارهای قانونی اجرایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اقلیت‌های دینی مذهبی وجود دارد پرداخته شود و از سوی دیگر به دنبال بررسی راهکارهایی که به موجب آن بتوان برابری را بدون هیچ گونه تبعیضی بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی برای این گروه ها به ارمغان آورد. این سمینار که به گفته گردانندگان آن نخستین گرد همایی در زمینه بررسی وضعیت حقوق آیین‌های عقیدتی در ایران در نوع خود در شهر لندن به شمار می رود، در سه بخش جداگانه برنامه خود را ارائه نمود. از آن جمله گزارش اقلیت‌های دینی مذهبی در ایران، برابری و قوانین بین المللی و در پایان بحث تبادل نظر و ارائه پیشنهادات. آقای دکتر احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و پروفسور هینر بیلفلد کارشناس آزادی ادیان و مذاهب در سازمان ملل نیز از مدعوین این گرده همایی بودند. خانم دیان علایی از جامعه بهائیان ایران، خانم شهین بخردنیا به نمایندگی از جامعه زرتشتیان، خانم دکتر نازیلا قانه استادیار قوانین حقوق بین الملل و آقای حمید سعبی به نمایندگی از جامعه یهودیان ایران از جمله سخنرانان این نشست بودند. در میان نام حاضران در این نشست می توان به نام دکتر حسین لاجوردی بنیانگذار و رئیس کنونی انجمن پژوهشگران ایران و خانم منیره سلیمانی به نمایندگی از حزب بلوچستان ایران نیز اشاره کرد. شایان ذکر است هیئتی از اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران که به این نشست دعوت شده بودند نیز در این سمینار شرکت داشتند. اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران در این سمینار با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال جاری خورشیدی تحت عنوان اختراع برچسب شیطان پرستی و بیدینی به منظور غیرقانونی اعلام کردن گروه‌های معنویت‌گرا، عرفانی، سلسله‌های صوفیانه و پیروان سایر ادیان و مذاهب خطر غلبه تمام عیار فاشیسم مذهبی در ایران در کسوت قانونی را به حاضران و سخنرانان این نشست گوش زد نمودند. Give open hand to any besiegees to make a very very make a life very hard to each one of these dervishes or each person who doesn't believe in the ideology of the regime, which is a totalitarian sect, which we all know. If you don't believe, doesn't matter, you're Muslim or you are not Muslim. اعضای این نهاد حقوق بشر با اشاره به مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی درباره حمایت از
آمران به معروف و ناهیان از منکر که اخیراً حاشیه‌هایی نیز در ایران به همراه داشته و با اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان موجی از هراس و وحشت را در میان شهروندان به راه انداخته، خطر ایجاد مضیقه‌های بسیار برای پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اعتقادی قومی در ایران را به شرکت کنندگان در این سمینار یادآور شدند و این دو مصوبه جدید را به عنوان تلاش‌های مهندسی شده قوه مقننه برای قانونی کردن نقض مستمر اصول جهانی منشور بین‌المللی حقوق بشر و حقوق شهروندی برشمردند. دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در پایان به عنوان جمع‌بندی به موارد متعدد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشورمان ایران پرداخته و با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها به ویژه برای قربانیانی که بر اساس قانون مجازاتشان اعدام نبوده ولی با این حال به چوبه دار سپرده شدند، گفته است وضعیت حقوق بشر با روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی در ایران و علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی ایشان بدتر شده است. در پایان این سمینار، هزار سخنرانان و برگزار کنندگان با اشاره به آنکه برابری انسان‌ها بدون هیچ گونه تبعیضی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق بشر است، هدف اصلی از برگزاری این قبیل نشست‌ها را کمک به بالا بردن آگاهی‌های عمومی و شناخت کمبودها و مشکلات جامعه ایرانیان برای گام برداشتن به سوی برابری و آزادی برشمردن. از اینکه با ما همراه بودید از همگی شما عزیزان نهایت سپاس و تشکر را دارم. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.